بنام خدا، سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. خوش آمدین به گزارش شما از کوچه مرغ فروشی های شهر هرات. کوچه مرغ فروشی ها بین اسپینده و دروازه خشک موقعیت داره که اینجی انواع پرنده ها و مرغ ها به فروش میرسه. بیایم که صحبت شروع کنیم با مردم و بیشتر در این مورد بدانیم. کاکو جان سلام. خوبین؟ چطور احوال دارین؟ خوبین؟ سلامت باشیم. نام شما چیه؟ شکر الحمدلله، نام ما عبدالخالق. عبدالخالق چه کار میکنی؟ ما اینجا کس با علفی داریم. علفی داریم؟ بله. چطور علفی روزا؟ علفی دیگه برور ما هر چیز قیامته. علاف هم پا؟ بله، همیتا علاف هم که ما هر چیزی روز صبح میاین تا شو میبینید بازار دگه رقم و بالاخره هیچ جا خریدن نیه برو. درسته. این روزا هم مردم شکایت دارم از گرونی، قیمت ها خیلی بالا رفته. یک دلیل کوچک شما بگیم چرا بالا رفته؟ اما هر چی که گپ میزنی میگن دلار بالا رفته. فقط مشکل ما سر دلار، میگن دلار بالا رفته، اجناس همه روز بروز بالا میره. درست. از کوچی مرغ فروشی ها بگیم چند سال میشه اینجا دکان داره؟ ما خود ما او سفر که همین دولت امارات که بود تا به حال که سفر شده ما دکان دارم. 26 سال؟ نه 22 سال میشه. 22 سال میشه. چی تغییراتی در این کوچه آمده در 22 سال؟ روزی که ما اومدیم این جادا هم خاک بود، اینجا دکان نبود، آونی نبود. به این 22 سال همی عبدی ها اینا همه به این مدت بشده اینجا عبدی شده؟ بله عبدی ها همه. تشکر، زنده باشیم برا. گپ کلام گفتنی دیگه؟ باید دیگه گفتنی نداریم، گفتنی همی گیرونی داریم که مسلمان ها چکار بکنه دیگه. ما هیچ گفتنی نداریم. ما دیشته باشون شو خور آدمی هست که ما 3 تا 4 تا گریدار داریم میجگا روزانه روز 200-300 از ما بستنده. امروز از صبح تا شو میجگا گوشتو و توشتو به پیش ما ششتی هم نیم ما کار دانه که اونا کار کنم خود ما هیچی بیچی برم. تشکر، زنده باشیم برم. سلامت باشین. سلام، مونده نباشین، بیم تشیم دیگه. آنی گپ میزنیم خوب؟ خوب هستی؟ شرمنده. میگم خوبم یا نه؟ ناسبه نمیکنم، مصاحبه نمیکنم. خیلی باشه. بریم جلوتر. خب کوچی مرغ فروش ها همونطور که گفتم خرگوش هم دارم به اینجی. پرنده های زینتی هم دارم که باز بیشتر میریم صحبت میکنیم و خود اینا هم کلام میشیم. بیایم جلوتر و بریم به چند دکان سر بزنیم ببینیم که چی به چیه. سلام، مونده نباشه. خوبین؟ بخیرین؟ اسم شما چیه؟ یعنی مصاحبه اگه از ما نکنی بیتره. نکنیم مصاحبه؟ خب مصاحبه نمیکنیم. میریم جلوتر بازم سه کنیم اینجا که من که مردم خجالتی داره زیاد مصاحبه نمیکنم. سلام، مونده نباشه. خوبم؟ سلامت. صحت شما خوبه؟ زنده باشی. اسم شما چیه؟ نصار احمد. نصار احمد. این خروس هم بیموقعی آزان نمیده؟ الله چیکار کنه دیگه. بگیریم خود شما حلال کنیم. میگم خروسی که بدموقع یا بی وقت آزان بده او چیکار میکنم به ایران، به افغانستان؟ او سر میبره. سر میبرم. درسته. خدا کنه ما بیموقع نبوده باشه. نه تشکر، هر وقت میمو در خدمت شما. سلامت باشیم. از کوچه مرغ فروشی ها بگیم چرا به اینم یاد میشه چند دکان مرغ فروشیه و خود شما چند نوع مرغ دارید؟ ما خود ما دیگه مثلا فیل مرغ داریم، مرغ وطنی داریم، خلگوش داریم، دیگه مرغ شاخک داریم. آه دیگه این کوچه به نام کوچه مرغ فروش ها دیگه یاد میشه به خاطر کمه که مرغ میفروشه. مرغ میفروشه. مرغ خانگیه دیگه؟ کلا مرغ خانگیه. میکیون داریم یا خروس؟ هم میکیون هم خروس. میکیون ها رو به چند ندیم؟ میکیون ها تخمی؟ دیگه تخمی از این 2.5 میره تا 5. تخم میکنه؟ آه دیگه نکرد چی؟ خون نکرد دیگه، باز پس میاره منا. میگیری؟ سر میباره. سر میباره که چرا تخم میکنه. خیلی خوب، از این قصه بکنیم که مرغ شاخک میگم اینا درسته؟ تو باز بعد معلومات خوب سمسه این ندارم. درسته، موزه که معلومات داریم اینا تزئینیه یا اینا هم گوشت اینا خورده میشه؟ اینا به خاطر نگهداشتن به خونه، به خاطر باغ وحش چیز باشه مردم نگاه میکنن. درسته، چون مقبولن. مقبوله. درسته. خرگوش هم خود داریم. چقدر حیوانات دوست داشتنیه خرگوش ها رو ببینیم بیننده‌های عزیز. اینا رو به چند نمیدیم؟ از چند شروع میشه تا چند؟ اینا دیگه از 100 روپیه تا 150 روپیه هست. درسته. جمع کردن اینا اشتن؟ جمع کردن اینا دیگه مردم دی جمع میکنه راحت به داخل شهر دیگه نمیشه، چون جای آزاد میخواه که بازی کنه، شوخی کنه. دیگه بازی کنه، شوخی کنه، جای نا آزاد باشه. درسته.
و این طرف هم همین مرغی که آزان میده اینا مرغا کلینگیه دیگه نه ایه که؟ آه اینا کلینگیه. چند تا مرغ کلینگی داریم؟ ما خود ما یک 5-6 تا داریم. هنوز هم مرغ جنگی رسمه به ایران؟ آه حال هم هستم. کجا مرغ جنگی میکنم معمولا؟ اینا دیگه جمع بازار در طرف پل پشتون به روزا جمع به اونجا. آه درسته. قیمت همی کلینگی شما چنده؟ ای با یک و نیم هزار. یک و نیم هزار. آه درسته. و ایه که؟ ای جوجی ها دیگه جنگی نیه ای به حساب. خیلی خوب. و فکر کنم مرغا خلاص میشه دیگه. همین چند رقم مرغ داره. آه چند رقم مرغ. بیشتر گوشت و گوشت از اینا استفاده میشه دیگه. مرغایی که شما بید کن داره. خاطر گوش میاره ما. این هم خروس خیلی مقبولیه. شما کمی طرفتر بیاییم که این تصویر رو هم نشوندن. ایر به چند میدیم؟ ایر به 5.5. این هم وطنیه؟ آه. مرغ خانگیه؟ آه اینا خانگیه. به حساب زراعتی هست. خانگی نیه. فیل مرغ به چند میدیم؟ فیل مرغ دیگه از 1000 تا 2000 تا 2500 تا 3000 دارن. اینا با گوشت هست. خیلی هست. تشکر. زنده باش. سلامت باشیم. بریم به دکانا دیگه سر بزنیم و ببینیم که سایر دکان ها چی رقم مرغای دارن و بازم یکی از مرغ فروشی ها دیگه فکر کنم که صاحب یونیه. لالا خوبین؟ یار خوشحالم. بخیرین. بخیرین. اسم شما چیه؟ اسم محمد شاه. محمد شاه. محمد؟ محمد شاه. محمد شاه. محمد شاه جان. شما چی دکان داریم اینجا؟ پرنده فروشی داریم. پرنده فروشی داریم. پرنده های زینتی هم داریم؟ بله. با دکان اول بود شما داریم. دکان اول بوده. اسمون بگیریم چی پرنده های داریم؟ توتی، کاسکو، مرغ عشق، سایره، گلسر، فنج، کنری، رقم رقم ایوان ها زینتی هست. درسته. هنوز همون شوقی های داریم که بیان ببرن؟ زیاد شوقی های نیه کم شده. شوقی های برفتم از برن؟ اما برفتم چیزی نمودن اینجا. اونا رو آزاد کنیم دیگه برن. مجبوریم آزاد کنیم چی سبا آخر بعد آزاد کنیم. اگه میتی پیش بره شاید امی خرج امی مرغا رو هم نتونیم موشون کنیم. امی تنه معلوم میشه فعلا که امیتی پیش میره. هر روز خواهی یک کیلو ارزان خواهی میکنیم. بله و بیشتر هم داره خرج. درسته. از دیگه مرغا بگیم اینجا چین و مرغای فروخته میشه. فیل مرغ همون شما داریم. خرگوش هم شاید داشته باشیم. بله هست. فیل مرغ هم فروخته میشه. خرگوش هم فروخته میشه. هر نیوان فروخته میشه. کار کاسیبی خوبه؟ خوب از بیچی بیتره. دوری قبلی چی رقم بوده؟ خوب وقت هم خوبه فعلا هم بازم خوب از بیچی بیتره دیگه. درسته. همین برادرم خیلی دغدغه تله دارم. البسه کلی داریم. از قیمت ها بگیم که آیا رو کاروبار شما تأثیر کرده یا نه؟ بله. افزایش قیمت ها. بله خیلی زیاد تأثیر. چون مردم نداره پول نداره. وضعیت بی پولی خیلی اقتصاد وضعیت پیام آده چون نیه کاروبار نیه همین روزا میشه اونجا تا شم دسلاف نمیکنه دکان دارا شم در دکان واسه میکنه میرن دنیا را کسی خمستون هم میده کاروبار ضرر میکنه فیلان کاروبار نیه. درسته. اینو خروس هم میگی؟ بله اینو خروس اینو خرگوش با اونو میکیون میکیون رو به چند میدیم؟ میکیون رو برخورد نداره است 300 است 200 است 300 است همین خونه قیمت ها اینه است اینا چون تخمیه اگه اون گوشتی باشه بالا تر قیمت ها اینا چون رویت گوش حساب میشه اینا صبح که میدیم در روا میکنیم تخم هم میکنم گدشته چون اینا نماده با تخم کلونتر باشه تخم میکنه ولی ها اینا جوجه هم جوجه تر ولی ها از فیل مرغا بگیم گوشت فیل مرغ هم از بهترین گوشتایه. بله و ای که از دگه جا وارد میشه یا اینا همینجا تولید میشه؟ همینجا تولید میشه. چند تا فیل مرغ میفروختیم یا میفروشیم؟ برخورد نه دکان داری دیگه بعضی روزا یک دیتا فروخته میشه بعضی روزا نمیشه. کیلویی اینا ما؟ کیلو هم میدیم تو ببی هم میدیم. کیلو چنده؟ کیلو پاکده بده 320 لیره میکشم پاک میکنم یک تکو 320 لیره. آخه گوشت گوسفند میدم به اونه؟ چون دیگه هر که خوش داره. خوش داره. بعد گوشت مرغ میخوره بعد گوشت خرگوش میخوره دیگه هر که یک گوشت خوش داره. باز مرغا خونگیر خو مردم بیشتر دوست دارن. بله یا کیفیت هم از این بالاتر. میشینی ها بیتره. بله یا کیفیت بالاتره بیتر هم دوست دارن. خیلی خوب. معمولا مرغا خونگیر برای چی میبرن؟ بعضا با کشتن میبرن بعضا با تخم کردن میبرن تخمی میبرن چون زمان نکشم گوشت ور میداری زراعتی ها گوشت ور نمیداری اغزا. درسته. تشکر از شما. زنده باشین. موفق باشین. سلامت باشین و فکر کنم
آخرین دوکانی بود که به کوچه مرغ فروشی ها صحبت کردیم و در مورد معلومات دادیم و اینجا پرنده های خیلی مقبولی دارن. باشه که پرنده های نار ببینیم و در اون قسمت چند نوع پرنده طوری که میبینیم مرغای عشق و انواع پرنده های زینتیر دارن. خب این جگاه خوب دکونه، فقط بعضی از دوستان ما مصاحبه نمی کنم، متلاش می کنم که خود توضیح بدم و چند تایی از تصویرها برای شما نشون بدم. سلام علیکم، منده نباشیم، خوبین، بخیرین، سلام علیکم، منده نباشیم، زنده باشیم. اشته خوب چایا دارین، نقلمانی داریم. خوب اسم شما؟ علی احمد جان. علی احمد جان کوک هم خود داریم الحمدلله. زنده باشیم برای رومه تر خوشحال هم صدمنده. شما چند سال میشه علی همه جانین جدی کن داریم؟ تقریبا دیگه جی برو شاید 25 30 سال میشه. میشه 30 سال میشه؟ 30 سال عمر خور بهم اینجید چگاه کنیم علی ها. شما چی نوع مرغایی داریم؟ دیگه ما دیگه جل داریم، کوک داریم، خرگوش داریم، مرغ داریم، مرغ بعد، مرغوی، فیل مرغ. از کوک های ابتدا قصه کنیم، تصاویر کوک ها هم باشه که همکار ما بگیرن. اینا از کجا شکار میشه و ای که مردم برای خوردن اینا رو میبرن یا میتونه تزیینی؟ در یه جبر برای نگادش میبرن، برای خوندن، برای خونه. خوبه که بفهمیدیم اینا در اطراف قوری اون زنده جون از اون عدا میگرن برو. و جل از کجا میبرن؟ جل از اون عدا سمتو میرن برو، قوری اون زنده جون او بی چی رقم شکار میشه با؟ اینا رو دیگه فعلا بیشتر کلا به دام میگیرم برای من. دام میگیرم برای میگیرم. یک سرگرمیه. بله سرگرمی است. شما هم تا به شکار برفتین؟ خود ما نه شخصا نه برای من. به خونه داریم از این؟ به خونه بله. شوقی هم خود حتما داریم. ها اشنا شوق ما کفتر برو. کفتر هم داریم. بله کفتر. چند نوع کفتر؟ دیگه زیاده فعلا 30 40 نوع کفتر داریم برو. دوره واسه شد طالبا کار ندارم به کفتر می نمیشه فعلا تا اینجا ما نیومدن مردم بالی بم هنوز بالا میشن بم به کفتر بزی میکنم تو که همسایه زری نکنن کسی کار نداره به کسی برو من. درسته، یعنی اصول کفتر بزی چیه؟ دیگه شوق برو که من تکم شوق مثلا بعضی شوق دارم برای کوکو، بعضی مرغ جنگی میکنم، بعضی مثلا کوک جنگ میدم، بعضی کفتر بزی میکنم، هر کسی شوقی داره مثلا. درسته، ولی چیزی که مهم اینه که ایوان زری نشه و مردم اذیت. بله ها دومینه که اذیت ما این رعایت میکنیم. ها چرا نمیکنیم؟ ان شاء الله کسایی که رعایت نمیکنن چی پیامی داریم برین؟ دیگه پیام ما اینه که برادر که باید آدم همسایه زری نکنه مثلا از این کفته بزی میکنی و بالا بون کلوخ سنگ نزن خونه همسایه که مثلا یک شیشی بشکنه مثلا از این ها دیگه که نفر اذیت شده است تو ما عمر خود کفته بزی کردم تو همسایه من بغل دستمونه تو لفظ خدا ما تن خوری نشو ندیده باشیم ما ندیم ما بالا ما ندیده دو دونی متر بالا بالای ما که دیوارا زنده باشم. بسیار عالی. خب از این قصه که ترشیم در مورد بازارای فیلی قصه بکنیم. خب ما هر روز میریم به جای مختلف با مردم صحبت میکنیم تا وضعیت زندگی اینا رو نشون بدیم برای جهان و برای از این که توجه صورت بگیره. فعلا وضعیت کاروبار شما چیگونه؟ وضعیت کاروبار فعلا که خرابه برو. از اون وقت که مجاهدین اومدن فعلا که ما که کاروبار فعلا پول نیه بشه که برو. میخریم مرغ میخریم مثلا شما یک دیگه میخریم خلاص دور سرت میمونه مریض میشم. میکشیم خلاص میدیم به ریزی و خود ما به خونه میبریم. فعلا وضعیت کاروبار خراب برای ما. دیگه ببین مطمئن شلو خوب شه ان شاء الله. همین پرنده ها شما روز چند مصرف دار؟ تقریبا روز 4 ساعت 4 نیم 5 ساعت مصرف داره برو. دونه میدیم. او دیگه هر رقم یک رقم دونه ما برو. مثلا گندم باید بخریم، تخم بنگ بخریم، ارزن بخریم، غذا بخریم برای غذا مینا مثلا برای کدگ اینا کلاغ اینا. خود اینا غذا مختلفی داره برو. اینا هم داریم. ولی گپ هم میزنه. فعلا نه. مینا خیلی خوش دارم مگر یک وقت اگر شد یک مینای خوب استونم داخل خونه. خیلی خوبه، پرنده خیلی دوست داشتنیه و پرنده افغانیه فکر کنم. بله افغانی برارم از ایراد باز بیشتر و دیگه جام قچاق میشه دیگه. بمون قبلا نمیرفت متوال نمیره باز به ایران میرفت. بله سلامت باشیم، خیلی ممنون، خوشحال شدم، ممنون از صحبت ها شیرین. دست شما نکنم. تشکر از شما. سلامت قربان شما. تشکر نوشک جان شما. راحت باشین، شیرین کام باشین. خب پرنده فروشی انواع و اقسام پرنده ها کفتران پو به او طرفه. باشه که ما بریم دیگه، حداقل این تصویرها رو برای شما نشون بدیم. در بین بیننده ها حتما کسایی هستن که سلام علیکم علاقه دارن به کفتر و پرنده. مرغا تاجدار به او دیکن قبلی هم دیدیم خود شما. دیگه این طرف هم کفترها و حتی مرغوی هم دارن. مرغوی میبینیم، مرغوی پرنده خیلی دوست داشتنیه، مرغابی یا مرغوی. و این طرف هم خب بازم بازار
پرنده های که تصویر زیبایی رو میبینیم در اینجا، قفس های قدیمی، پرنده های قدیمی که امو از بازارهای خیلی قدیمی، خیلی کونه و تاریخی هرات میباشه. سپاسگزار که با ما همراه بودین، وقت شما خوش، نظریات خور حتما حتما با ما شریک بسازیم. خیلی شما رو دوست دارم، خداحافظ.